پرزیدنت ترامپ ساعتی پیش از کشته شدن ابوبکر البغدادی، سرکرده مخفی گروه پیکارجوی خودخوانده دولت اسلامی موسوم به داعش، در جریان عملیاتی خبر داد که نیروهای ویژه آمریکایی با برنامه‌ریزی‌های دقیق به مخفیگاه او در سوریه انجام دادند. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی آرامی. پرزیدنت ترامپ گفت شب گذشته رهبر تراز اول مخوف‌ترین سازمان تروریستی در جهان به عدالت سپرده شد. ابوبکر بغدادی کشته شده است. او مؤسس و رهبر بی‌رحم‌ترین و خشن‌ترین سازمان تروریستی در همه جهان بود. آمریکا برای سالها در جستجوی بغدادی بود. دستگیری و کشتن بغدادی اولویت امنیت ملی دولت من بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت بغدادی در عملیاتی فوق‌العاده توسط نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا در شمال غربی سوریه کشته شد. No personnel were lost in the operation. جان هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات از دست نرفت، اما شمار بسیاری از پیکارجویان بغدادی و همراهانش کشته شدند. او پس از فرار در یک تونل بسته گریان و فریاد زنان کشته شد. مخفیگاه او تا الان پاکسازی شده است. همراهان او یا تسلیم یا کشته شدند. پرزیدنت ترامپ گفت بغدادی خودش و سه فرزند کودکش را با جلیقه انفجاری که به تن داشت منفجر کرد، اما آزمایش‌های دی ان ای هویت او را مشخص کرده است. آزمایش‌ها فوراً هویت او را مشخص کرد. او بغدادی بود، آدمکشی که دیگران را مرعوب می‌کرد. آخرین لحظاتش را در وحشت و هراس از نیروهای آمریکایی که بر سرش فرو ریخته بودند به سر برد. پرزیدنت ترامپ گفت در این عملیات اطلاعات و اسناد مهمی درباره منشأ دانش و برنامه ریزی های آن برای عملیات تروریستی در آینده به دست نیروهای آمریکایی افتاده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ برای نابودی سازمان های تروریستی ادامه خواهد داشت. بغدادی has been on the run for many years. بغدادی برای سالها در حال فرار بوده است، مدتها قبل از ورود من به کاخ سفید. اما تحت فرماندهی من در مقام فرماندهی کل قوای آمریکا، ما خلافت بغدادی را در مارس امسال 100% نابود کردیم. این عملیات یادآور آن است که به تعقیب تروریست های باقی مانده داعش ادامه خواهیم داد. این درباره دیگر سازمان های تروریستی نیز صادق است، آنها را هم زیر نظر داریم. پرزیدنت ترامپ از کشورهای روسیه، ترکیه، سوریه و کردهای سوریه برای موفقیت در این عملیات تشکر کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از نیروهای اطلاعاتی و نظامیان آمریکایی برای نقش آنها در این عملیات تقدیر کرد. مهدی آرامی، صدای آمریکا.